24 ساعته آماده برای خدمت، آماده برای عشقبازی در همه نقاط شهر مشهد و برخی از روستاهای اطراف مشهد. جالب هستش که خودش هم زمانی که در نیمه شب موتورش خراب شده بود و به موتورسازی در خیابان تبرسی مراجعه کرده بود، گفت موتور من رو زودتر تعمیر کنید، امشب میخواهم به عشقبازی بروم. و چند شب بعد که موتورساز با پیشنهاد خودش همراه دکتر شیخ رفته بود، متوجه شد عشقبازی دکتر شیخ در نیمه شب عبارت بود از سرزدن به بیماران در روستاها. گاهی اوقاتم که به ملاقات بیماران در هولی ها می رفت، برای حفظ آبروی بیمار به صورت مخفیانه پولی اسکناسی زیر تشک بیمار می زاشت و بعد عنوان می کرد خب این داروها رو باید بخوره، این غذاها رو باید بخوره، این جاش هم عوض کنیم، که با این ترفند آبروداری کرده باشه. اینکه ظرفی روی میزش باشه و بیماران هر چی دلشون بخواد بریزن، هر چی دلشون بخواد بریزن سر لیمونات، سر پپسی، سر ادوفو، و بعد هر چی بخواهن از آن ظرف طلایی انسانی برداره. و همه اینها هم دکتر شیخ اطلاع داره. هنگامی که تعدادی از بچه‌هاش از او خواهش میکنن که بابا جان مثل بقیه پزشکای که حق ویزیت برای خودت تعیین بکن، دکتر شیخ پاسخ میده یا من پیغمبرم یا دیوانم. اگر دیوانم که شما نمیتونین کاری انجام بدین، و اگر پیغمبر باشم که نمیتونین به من دستوری بدین. یا پیغمبرم یا دیوانه. گاهی هم میشه که این سرنوشابه ها رو از مناطق حالا برخوردار به مناطق کم برخوردار شهر مثل پایین خیابون میاره، که میدونه حتی اونها نمیتوانن یک نوشابه ساده هم خریداری کنن، و بعد از ضد عفونی کردن اونها خودش در تاریکی شهر این سرنوشابه ها رو در نزدیکی محکمه خودش پخش میکنه. یک شب در یک مهمانی یکی از همکارانش سرهنگ دکتر لطیفی از ایشون میپرسه آقای دکتر شیخ چی خبره از این محکمه به اون محکمه، از اون محکمه به این محکمه. دکتر شیخ میگه که زمانی که ما در زیرزمین یک فرد ثروتمند زندگی میکردیم، پسر صاحبخانه و من با همدیگه حسبه گرفتیم. یک روز درشکه‌ای در جلوی منزل ما ایستاد و پزشکی از اون پیاده شد، رفت طبقه بالا پسر صاحبخانه رو معاینه کرد و در برگشت در پاسخ درخواست مادرم برای معاینه پسرش جواب منفی داد و گفت من مجانی پزشکی نمی کنم. من اشکهای چشمان مادرم را دیدم در حالی که او میخواست اشکهایش را مخفی کنه. من در همین جا با خدای خودم پیمان بستم که پزشک بشوم و پزشک نیازمند. دست شما درد نکنه آقای دکتر. نام یان کزون خانه ما جای پری
سر تا قدمش جون پری از ای بری بود یا